غروب روز دلگیری، دلم غرق پریشانی، هوا هم مثل چشمم سرخ بود و خیس و بارانی، من و دلتنگی و غربت، دلی غرق پریشانی، نمیدانستم از کی آمدم بیرون، کجا هستم. آخه خلاصه میخونم، نمیشد پیش این مردم نشست و درد دل کرد، نمیشد قفل غمها را شکست و درد دل کرد، که ناگه آمد از نزدیکیم آوای زیبای دلانگیزی، که گویی بند بر این رشته های پاره می زد، تو گویی که خدا از عرش بهر هر کسی که گشت آواره می زد، و یا از بهر هر بیچاره این می زد. گوش کن، نمی دانستم از کی آمدم بیرون، کجا هستم، دلم پر غم، که ناگه دیدم آنجا را، ز بس که غرق غم بودم نفهمیدم چگونه نزدیک حرم بودم، و نزدیک از آن بود و آوای دلانگیزی، که گویی حق از عرش بهر مردم بیچاره میزد، از آن بود و حرم نقاره میزد. دلم طاقت نیاورد ایستاده، نه به روی سنگ فرش صحن افتادم، صدا دادم سلام ای زامن آهو، ببین بیچارم آقا، برس برداد من آقا، که من بیچارم آقا. گوش کن، همش برای حرف زدن بود. که ناگه یک کبوتر با صدای بالهای خود سکوتم را شکست، کبوتر ناز و سرمست کنار حوض آن صحن حرم بنشست، کبوتر تشنه بود و آب میخورد، دل من بین سینه تا صدایش کردم و گفتم کبوتر خوش به حالت، چرا چه جایی میزنی پر، خوش به حال. دلم میخواست آقا مثل تو اینجا به من هم لانه میداد، خودش با دستهای مهربانش به من هم، دلم میخواست من هم مثل تو پرواز میکردم، به روی گنبد زردش پرم را باز میکردم، و یا با بالهایم پرچم سبز حرم را ناز میکردم. کبوتر دارم از تو یک سوال، کبوتر راستی جای جز این صحن و سرا رفتی؟ اگر رفتی بگو که تا کجا رفتی؟ چه میدانی که دردم چیست؟
اصلا تا به حالا تو به عمرت کربلا رفتی؟ کبوتر از سر شب تا کنون در فکر آن جایم، اگر که جان ندادم چون که من هم پیش آقایم. کبوتر تویی که لانت در عرش دنیاست، تویی که صاحبت فرزند زهراست، برو پیشش بگو آقا جدایت بیقراره. از آن روزی که رفته کربلا چشم انتظار است، برو پیشش بگو آقا جدایت سخت اندر شور و شین است، برو پیشش بگو آقا جدایت سخت دلتنگ حسین.